سناتور باب کورکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنا که حمایتش از توافق در کنگره بسیار مهم است همراه با بن کاردن سناتور ارشد دموکرات دیروز در نامه‌ای به آقای اوباما از تصمیم ارجاع قطنامه به شورای امنیت ابراز نگرانی کردند در این نامه این دو سناتور نوشتند از اینکه دولت طرح فعال کردن شورای امنیت برای تصمیم گیری روی توافق پیش از تصمیم کنگره را دارد موجب نگرانی عمیق است باب کورکر دیروز پس از دیدار با جو بایدن معاون آقای اوباما که برای بسیج حمایت قانونگذاران از توافق دو روز گذشته را به کنگره رفته بود به خبرنگاران چنین گفت من به این به عنوان توهین به مردم آمریکا و کنگره نگاه می بن کاردین این اقدام را از سوی رئیس جمهوری خودخواهانه خواند و گفت پرزیدنت اوباما نباید با قطعنامه پیشنهاد لغو تحریم ایران به شورای امنیت برود چون تصویب آن در شورای امنیت و بعد ما در آن سهیم نباشیم ما را در تضاد با قطعنامه شورای امنیت قرار می دهد. نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان ولی از توافق حمایت کرد من از نزدیک متن رو مطالعه کردم و از حمایت قوی من برخوردار است. در میان تیم کین سناتور دموکرات استدلال کرد که کنگره تنها روی تحریم‌هایی اعمال شده توسط قانونگذاران آمریکا اختیار دارد و قانونگذاران میدانستند که تحریم‌های اعمال شده توسط قوه مجریه و جامعه جهانی می‌تواند مستقلاً و جدا از اقدام کنگره برداشته شود. ارجاع قطعنامه به شورای امنیت مورد مخالفت کاندیداهای جمهوری‌خواه از جمله سناتور تد کروز هم قرار گرفته است. در میان جمهوری خواهان میکوشند از توافق اتمی ایران و روابط تحت فشار میان آمریکا و اسرائیل به سود جلب آرای یهودیان آمریکا بهره کنند که کوچکترین تغییر جهت در این آرا میتواند به آنها در ایالت‌های های مانند فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا کمک کند. حزب دموکرات از تاریخ پیروزی بیل کلنتون در انتخابات 1992 همواره از حمایت رای دهندگان یهودی آمریکا برخوردار شده و حدود سه چهارم آرای آنها را در کمپین انتخاباتی آمریکا به دست آورده است. شهلا صدای آمریکا واشنگتن